وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران منشأ تهدید برای آمریکاییان در عراق است. جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ: محکومیت اعمال تروریستی رژیم ایران. گسترش اعتصاب سراسری رانندگان کامیون به 286 شهر. سلام بینندگان عزیز، با درک نگاهی دیگر در خدمت شما هستم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت رژیم ایران منشأ تهدید برای آمریکاییان در عراق است. این رژیم مسئول حمله به کنسولگری ما در بصره و سفارتخانه ما در بغداد است. Our intelligence in this regard is solid. We can see the hand of the Ayatollah and his henchmen supporting these attacks on the United States. اطلاعات ما در این رابطه محکم است. ما می توانیم دست آیت الله و آدم کشان و نوکرانش را ببینیم که از این حملات حمایت می کنند. من همچنین به رژیم ایران هشدار دادم که ما این رژیم را مسئول هر گونه آسیبی به آمریکاییان و یا تأسیسات دیپلماتیک آن در عراق خواهیم دانست. I also warned the Iranian government that we will hold it directly responsible for any harm to Americans or our diplomatic facilities, whether perpetrated by Iranian forces or by associated proxies or elements of those militias. ریچارد گرنر، سفیر آمریکا در آلمان، گفت تحریم رژیم ایران تأثیر واقعی خود را گذاشته است. وی که با فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد افزود: در مورد تحریم‌ها علیه رژیم ایران، من روزانه با مدیران اجرایی کار و صحبت می‌کنم و خیلی صریح به آنها می‌گویم که شما می توانید بین تجارت با رژیم ایران و تجارت با آمریکا یکی را انتخاب کنید. اما دونالد ترامپ این را خیلی واضح مشخص کرده است که وی می خواهد رژیم ایران را تحت فشار قرار دهد تا به میز مذاکره برگردند. گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا روز چهارشنبه جلسه‌ای به ریاست ژرار دوپره در استراسبورگ برگزار کردند. ده ها نماینده پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی در این جلسه شرکت کردند و در رابطه با نقض حقوق بشر، ادامه تظاهرات‌ها و اعتصابات، تهدیدات اخیر تروریستی و سیاست اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبت کردند. قانون‌گذاران اروپایی از نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روابط اقتصادی و سیاسی با تهران را مشروط به پایان دادن به اعدام‌ها، بهبود بنیادی حقوق بشر و حقوق زنان و پایان دادن به تروریسم کنند. رانندگان کامیون روز چهارشنبه 11 روز اعتصاب سراسری خود را پشت سر گذاشتند. این اعتصاب سراسری و بزرگ تاکنون در 286 شهر از 31 استان کشور شکل گرفته و استمرار یافته است. چهارشنبه 11 مهر ماه اینجا هست آباد. همونطور که میبینید کل ماشین ها تو پارکینگ هن. اعتصاب ادامه داره، تمام پارکینگ ها پر ماشین. در شرق اصفهان نیز کشاورزان در همبستگی با کامیونداران تراکتورهای خود را در کنار خیابان مشتاق پارک کردند. امروز 11/7/97 جاده شیراز مردش همونجور که مشاهده میکنی خالی از کامیون. دشمان خامنه‌ای سرگاه روز چهارشنبه 3 زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند. اسامی 3 زندانی اعدام شده عبارتند از یاسر اسلامی، محمود اکبری و امید خسرو نژاد. ماموران جنایتکار زندان تهران بزرگ برای سومین هفته از ملاقات فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، با فرزندش ممانعت به عمل آوردند. وی در پیام صوتی ضمن اعلام خبر محکومیت دوباره سهیل به 3 سال زندان و تبعید به برازجان از مردم شریف ایران و مجامع حقوق بشری برای آزادی فرزند در بندش استمداد طلبید. فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی سیاسی. قرار بود سهیل پارسال آزاد شه که مجدداً اتهاماتی بهش زدن، دادگاهی شدن و 3 سال دیگه هم مجدداً براشون محکومیت بریدن که جمعاً میشه 9 سال و بعد از این 9 سال 4 میلیون جریمه و تبعید به برازجان به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی و بیانیه دادن به خارج از زندان.
و تشریح وضعیت جهنمی زندان تهران بزرگ. بهش گفتن چون تو هم خط دادی به معترضینی که از دی ماه امسال سال 97 به اعتراض کردن و در خیابونا اومدن و به این دو جرم 3 سال دیگه به حکمش اضافه شده. من به عنوان مادر یه زندانی سیاسی از همه مردم شریف و آزادم و میخوام که صدای اعتراضتون رو به هر شکل و از هر طریقی به این حکمهای سنگین ضد انسانی قضایی که جوانای علیه جوانای ماست صداتون رو بلند کنین. از جوامع حقوق بشر و سازمان ملل هم میخوام که به این بیدادگری ها رسیدگی کنن. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاه دیگر، خدا نگهدار.